قبل از اینکه بخواید مهاجرت بکنید، به احتمالاً مهمترین و بزرگترین چیزی که دغدغه ذهنی شما هست هزینه هاست. بیا تو این ویدیو صحبت کنیم با هم دیگه که چطور میتونیم یه خود این هزینه ها رو کمتر کنیم، مهاجرت بهتری داشته باشیم، اون جایی که میخوام بهش وارد بشیم و بتونیم یه خود با خیال راحتتری بهش وارد بشیم. بیا دوام صحبت کنیم. اینا کار کردیم. بیا. من یه ویدیو مفصل در مورد اینکه چجوری میتونید هزینه ها رو واسه سفر کردن کم کنید، واسه بلیت خریدن و این چیزا ساختم. آخر این ویدیو لینک میدم، پایین این دیسکریپشن هم لینکش رو میدم، لطف کنید ببینید. ولی احتمال خیلی زیاد اول موقعی که قبل از حتی بخواد وارد امریکا بشید، احتمالاً بزرگترین هزینه شما اون بلیت هواپیمایی هستش که میخواد بخرید. معمولاً بچه‌ها یا میرن استانبول یا از قطر پرواز میکنن، به خاطر اینکه پرواز کردن از توی اروپا به هر حال اون قضایه ترانزیت و مشکلات ویزا اینا ممکن داشته باشه. معمولا این دوتا آپشن بهتره. یه چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که بلیتتونو که حالا وسط قراره وصل بشه تو قطر یا حالا تو استانبول و بعد پروازش بخواد بکنید، و هر دوتاشو همزمان به هم نخرید اگر مجرد هستید. میدونم با خانواده و اینا ممکنه سخت باشه، ولی اگه فقط خودتون هستید و میخواد پرواز کنید، چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که یه پرواز یک طرفه به استانبول مثلا بگیرید واسه صبح زود، پرواز دومتون رو که از استانبول حالا مستقیم به امریکا هستش یا حالا دوباره اگه جایی وسط میشینه، اون رو مثلا 7-8 ساعت دیرتر تو از همون فرودگاه دوباره بگیرید، به جای اینکه یه بلیت بخرید که لی اوور داشته باشه بعد پرواز کنه، تک تک بخریدشون. معمولاً قیمت ها کمتر خواهد بود، به خاطر اینکه آدم ها دوست ندارن که 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت تو فرودگاه بخوابن. ولی اون یه چیزی هستش که من پیشنهاد میکنم اگه میتونید و جسمانی اوکی هستید که مثلا توی فرودگاه حالا بخواید بمونید و بچرخید توش، اون خیلی هزینه هاتون کمتر میکنه. این اولین چیز، یه تیپ خیلی خیلی کوچولویی هسته، ولی تیپ های بزرگتر و دوای ساعتی که میخواد تا یه روزاش، همه این چیزا نوشتم اونجا، توضیح دادم اونجا که میتونید ببینیدش دیگه. خلاصه اینجوری دوباره اینه. سوپر 8 16 سوپر کول من. قضیه بعدی، موقعی که تشریف آوردید و وارد امریکا شدید، به هر حال احتمال خیلی زیاد دوباره بزرگترین هزینه شما اول که میرسید کرایه خونه است. من این پیشنهاد رو به شما میکنم قبل از اینکه بخواید وارد امریکا بشید، قطعا و حتما یک کسی رو پیدا کنید، دوستی، آشنایی، یکی دو تا چند نفر صحبت کنید قبل از اینکه بخواید بیاد. الان کانالای تلگرامی هست، کانالای فیسبوکی هست، به هر حال کانکشن ها و دوستا و فامیلایی که میخواید بیاد و حتما بزنید. و اگه به این فکر میکنید که نه حالا میرم اونجا یه کسی رو پیدا میکنم، اونجوری واقعا اذیت میشید. به خاطر این پیشنهاد اولیه اینه که قبلش پیدا کنید. ولی اگر به هر حال باز هیچ کسی ندارید و خودتون میخواید بیاید، کرگزلیست جای خوبیه، لینکش پایین میدم. خلاصه لیستینگ پروژکت معمولا چهارشنبه ها یه جایی که ود شده است، الکی اسپم و اسکم و اینا روش نیست، قشنگ نگاه میکنن که کی قراره لیست بذاره اونجا، اونم لینکش میدم، میتونید که ساین اپ کنید واسش. هیچ کدوم اینا اسپانسر اینا نیستن، ولی اونجایی هستش که من خودم پیدا کردم اوایلی که اومدم و حتی الان، و میتونید نگاه بندازید قیمتا رو. دوباره جایی که رو فیسبوک هستش و اینا، مراقب باشید خونه‌ای که میخواد بگیرید. اون دوباره یه چیز دیگه است که بهتون پیشنهاد میکنم، اوایل اومدنشم حالا ایالتی که انتخاب میکنید همه اینا با هم دیگه متفاوته، ولی پیشنهاد شخصی خودم اینه که اولش که میاد و همونطور که قبلا هم توضیح دادم، یه جایی موقت 2-3 ماهه تا 6 ماهه بگیرید. یه قرارداده عجیب و غریبی 1-2 ساله نبندید که نتونید ازش بیاد بیرون، چون اینجا شوخی ندارند. یعنی اگه یه جایی قرارداد ببندید دیگه مجبور میشید که روش بمونید و اون وقت
جابجا شدن و کار پیدا کردن کار رو توی ایالت‌های دیگه ممکنه از دست بدید. کلاً به طور کلی وقتی که آدما میان تو امریکا اون جاییو که معمولاً توش میافتن و سال‌ها گیر می‌کنن توش. بارها این قضیه رو گفتم، جابجا شدن توی امریکا کار خیلی سختیه به خاطر اینکه هزینه‌ها زیاده، به خاطر اینکه بزرگه. پیش از اینکه بیاد اینو حتماً به نظرم که به روش فکر کنید. اگه این اطلاعات واسه کسایی که قبلا این ویدیو رو دیدن یه خورده تکراری هست، واسه دوستایی که تازه اومدن ولی باز بد نیستش که یه اشاره بهشون بشه. پس اینم یه قضیه دیگه که در مورد خونه ها حواستون باشه تا نکته بعدی. قضیه بعد این که شما توی این مملکت حقوق دارید. هر کسی نمیاد نمیتونه بیاد هر کاری که دلش خواست بکنه موقعی که بخواد شما میخواد خونه بده. به خاطر این قشنگ قانونای اون شهری که توش هستید، اون ایالتی که توش هستید رو بخونید که ببینید که آیا میتونن الکی دیپوزیت ازتون بگیرن، چند تا دیپوزیت میتونن بگیرن. معمولا تو نیویورک که حالا من توی زندگی میکنم شما یک ماه دیپوزیت بهشون بدید و یک ماه کرایه. اگه کرایه‌تون $1,000 موقعی که به هر حال میخواد ساین اپ کنید و کانترکت رو ببندید، $2,000 بیشتر از شما نمیتونن بگیرن. اگه یه اومدن بهتون گفتن که دو تا دیپوزیت باید بدید، اینا غیر قانونیه. قانونا قشنگ بخونید، چه حالا ایرانی باشن چه ایرانی نباشن، که بتونید از همون ابتدا منطقی تر بخواید کار کنید. خوندن قانونا اینجا اینو دوباره یادتون باشه، شما اومدید توی یک کشور دیگه و یه فرهنگ دیگه، نزد اون فرهنگی که اونجا هستش رو بنظرم با خودتون نیاریدش و ببینید که فرهنگ و قانونایی که اینجا کار میکنه چه شکلی هستش، که واسه تون بهترم خواهد بود. یخ زدیم، سرده واقعا. یه چیزی بهتون یاد بدم که غیرقانونی نیست ولی ذره سر مغزشه، در واقع غیرقانونی نیست. ولی موقعی که اولش اومدید توی خونه حالا گرفتید، لازم نیستش که خیلی وسایل و اینا بخواد بخرید. کاری که میتونید بکنید اینه که یه اکانت آمازون باز کنید. اینجا توی امریکا تو بعضی وقتا 2 هفته و 1 ماه، بعضی وقتا تو 1 سال حتی میتونید اون وسایلی که خریدید رو پس بدید. به خاطر همین یه تختی بخواد بخرید، برای میزی بخواد بخرید، حالا یه چیزای اولیه که بخواد زندگیتون رو راه بندازید باهاش، میتونید از آمازون سفارش بدید. سر اون سیروس که شد میتونید اینا رو پس بفرستید، واسه اینکه هم اولش حالا نیاز نشه بشه کل خرج و ایناتون رو انجام بدید. اون غیر قانونی نیست، به هر حال حالا بعضی ها ممکنه بیان اخلاقی نیست و فلان حرفا، ولی اوکیه. شرکت های بیلیون دلاری ان، شما نگرانشون نباشید کلا. بعدم اون پولتون اونجا نگه میدارن ازش استفاده میکنن. این یه تریک کوچولی هستش که میتونید انجامش بدید. دیگه حالا به خودتون مسئله داره که اخلاقیش میدونید نمیدونید، هر چیز دیگه ای که هست اونم بد نیست. مثل اوایلش که بخواید وارد بشید به دیوان خانه یه واشنگتن اسکوئر، خوش اومدید دوباره. اوکی، قبل از اینکه من 800 تا کامنت بگم در مورد اینکه لطفاً در مورد پناهندگی هم یه ویدیو بساز، چشم من میسازم واسش. وقتی ویدیوهایی هستش که مهم هستش و هی دارم من پوششون میکنم دیرتر، یعنی که دارم باشون کار میکنم که یه مطلبی رو از دست ندم موقعی که دارم توضیحش میدم، که نخواد سوالای بیشتری رو ایجاد کنه. شما ترجیحتون کدومه؟ ترجیحتون اینه که یه چیز الکی همینجوری من بسازم و بدم بیرون، یا یه چیز درست حسابیه که بتونه واسه خیلی از آدما به هر حال کمک کنه اونو داشته باشه؟ چشم، اونو میسازم. ولی موضوعی که در مورد اون اول بارها هم گفتم که کارهای قانونیتون رو انجام بخواد بدید اینه که اگر به شکل به هر حال ویزیتور میاد واسه توریستی، اگه به این بهانه ای توریستی میاد که بخواد بمونید، اگر دانشجویی اومدید و نمیخواد برگردید به ایران، که معمولا آدم‌ها وقتی میان اینجا بعد از چند ماه دیگه دوست ندارن برگردن، یا به هر شکلی دارید میاید و دوست ندارید که برگردید، ویزاتون گرفتید که میخواد بیاد بمونید، من برادرانه ازتون خواهش میکنم که تو همون هفته اول، 10 روز اول، حتی اگه دانشجو هستید و دارید به این فکر میکنید که اوکی من میخوام پناهندگی بگیرم که اینجا بمونم، مسیر دیگه هنوز پیدا نکردم، به نظرم من شروع کنید به اپلای کردن واسش. یک چیزی رو بچه ها اشتباه میگیرن. ببین اینا دوای اون قضیه پناهندگی من صحبت خواهم کرد. اگر واقعا نه اینکه نمیدونم مسیح اومد به خوابم، محمد اومد به خوابم، از این چیزایی که واقعا دوز و کلکه واسه اینکه بخوای یه کاغذی رو بگیری، اگه واقعا
اتفاقی واسه تون افتاده، اذیت میشید موقعی که برگردید به کشور، حالا هر چیز دیگه ای که هستش، حالا اونا شخصی واقعا و دارید، به نظر من انجامش بدید این قضیه پناهندگی رو. و این بزرگترین دغدغه‌ای که بچه‌ای که من باهاشون صحبت میکنم در مورد پناهندگی اینه که میتونیم برگردیم ایران، اگه برگردیم مشکلی واسه اون پیش نمیاد، اینا به همدیگه خبر میدن. ببین اینا چیزای قانونی داره، من هر چیزی رو نمیتونم تو این ویدیو بگم، ولی به طور کلی بخوام اگه یه چیزی رو خیلی ساده واسهتون توضیح بدم، کشور ایران و کشور آمریکا با همدیگه صحبت نمیکنن در مورد شهروندان مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته. اینکه شما اینجا پناهندگی بگیرید بعد مثلا پاشی برید ترکیه یا حالا دبی هر جای دیگه پاسپورت رو عوض کنی یا نمیدونم مدارک رو عوض کنی و بری داخل ایران، امریکا متوجه نمیشه شما رفتی یا نه، اگه خودت حالا سوتی و اینا ندی. به خاطر همین میگم اینا قانونیه، من اصلا پیشنهاد نمیکنم این چیزا رو. بهتون گفتم کسی که واقعا اگه در خطره به نظر من فقط باید اون کار پناهندگی رو انجام بده، ولی اگر اون دغدغتون هستش به نظر من نگران اون داستانش نباشید. یه قضیه دیگه هم یادتون باشه، کلا اینجا چنج آف استاتوس که میکنید، مثلا شما پناهندگی داری اپلای میکنی واسش، یه چنج آف استاتوسه، یعنی از ویزا داری چنج میکنی و استاتوسی که داری و میاری توی حالت پالاکی که منتظر بشی واسه مصاحبه و اینا. اگر یه اتفاق این لابلاش افتاد، ویزاتون عوض شد، با کسی ازدواج کردی، اصلا ترجیح دادی که دیگه انجامش ندی، به همین راحتی اینجوری پارش میکنی، کنسلش میکنی اون مدارکتو، هیچ اتفاقی هم نمیفته. به خاطر همین، به خاطر اینکه مجانی هستش و پولی بهش نمیدی، همون اوائل من پیشنهاد میکنم که این کارو انجامش بدی. چرا این پیشنهاد میکنم؟ به خاطر اینکه صف طولانی هست، مخصوصا به خاطر کسایی که حالا دارن از طرف مکزیک و این سمت ها میان، همه اونا دارن اعلام پناهندگی و رفیوجی یا اسایلم توضیح میدم در مورد اونا دارن انجام میدن. شما افتادید تو این صفه، فرض کنید که هزاران صدها هزار پرونده وجود داره از این آدمایی که دارن میان، شما هر چقدر دیرتر اپلای کنید هی پرونده‌تون میره اون پایین‌تر و پایین‌تر، هی دیرتر میشه. اگه اشتباه فرما پر کنید و دوباره برگشت بخوره، دوباره شما رو میذارن اون ته ته و همینجوری توی این مدتی که شما منتظر هستید هی داری فکر میکنید که انجام بدم یا نه، روزانه پنج هزاران تا مدارک به هر حال داره همینجوری اضافه میشه، اپلیکیشن‌ها جدید میاد. به خاطر این دلیلی که من میگم تو همه هفته اول انجامش بدید، به خاطر اینکه اینجوری زمان میگذره تو این مملکت و شما تازه میگی که انجامش بدم یا نه، اون وقت باید سالها شانسیه برای بعضی هفتگی اتفاق میفته و بعضی ماهانه است، ولی معمولا سالها طول میکشه که اون حتی بتونید مصاحبه رو بگیرید، گرین کارت و اینا که دیگه جای خودشو داره. اینو به نظر من جدی بگیریدش همون اولش که میاد. اگر دارید فکر میکنید کانتمپلیت دارید میکنید این که انجامش بدم یا نه، به نظر من برید انجامش بدید. گفتم هر موقع نخواستید میتونید بزنید زیرش. این قضیه رو یادتون باشه، در بارش چشم میسازم ویدیو. ببخشید این مهم بود با توضیحش میدم. اون ویدیوها رو که واسه تون ساختم و اینا رو دوست داشتید از این عینکه؟ چه باحال شدهش نه؟ موقعی که میرم تو چشام معلوم میشه، موقعی که بیرونم قشنگ آفتابی. خیلی خیلی راضیم از این عینک، خیلی واقعا هم از دکترم هم لنزا همه چیز راضیم. خلاص اوکی. موضوع بعدی که نیاز دارید قضیه به هر حال تلفن و اینترنت و این شکل این چیزاست. در مورد اونم مفصل یه ویدیو ساختم، حتما نگاه کنید. اون هم من بهتون پیشنهاد میکنم که اوایلش که اومدید، اگه میدونید که دیگه قراره یه سال حداقل بمونید و الان دیگه اومدید که بمونید، به نظر من باز بهتره که مثلا $300 هم اولش بدید، یه خطی رو بگیرید که واسه یه سال واسهتون کار کنه، تا اینکه بخواد هی هر ماه بخواد انجام بدید و کار این شکلی. اون ویدیو هم دوباره همین پایین همون تحت لینکش میدم که دوست داشتید کلیک کنید و روش نگاه بکنید. اینم اون قضیه. دوباره تمام مسائلی که من توی این ویدیوها توضیح میدم، نه مشاوره اقتصادی، حقوقی، هیچ مشاوری نیست، اینا فقط تجربه شخصیه. خودتون قشنگ ببینید بر اساس اون چیزی که واسه شما کار میکنه لطفاً تصمیم بگیرید. این چیزایی که دوباره یهو بهتون میگن که باشید بیاد نه اینجا فرش قرمز انداختن از فردا میتونی کار کنی، اینا دروغه. اینا فقط واسه کلیک خوردنه. آدمایی که دوست دارن که زندگی آدمای دیگه رو به خطر بندازن واسه اینکه 4 قرون بخوان کلیک بکنن و گوش ندید بهشون. اومدن مهاجرت کردن از اون خیلی چیز خوبیه، حتما پیشنهاد می‌کنم، ولی یکی دو سال اول سختی‌های زیادی داره، ولی در نهایتش من فکر می‌کنم که
چیز بهتری باشه. یه مثالی که بچهای ایرانی میذارم بذار بهتون بگم که بامزه است شاید باشه. یه مثال بامزه بچهای ایرانی دارن موقعی که میان اینجا اوایل میگن که یه سنگو برمی‌دارن میزنن تو سرشون میگن که اینجا کجا بود ما اومدیم دیوونه ایم مگه نمیدونم زندگیمون داشتیم خونمون داشتیم کارمون داشتیم برای چی پاشدیم اینجا این همه سختی بکشیم. بعد یه خورده که میگذره چند سال که میگذره شروع میکنی به پول در آوردن زندگیت بهتر میشه خونه خودتو میخری و اینا دوباره اون سنگ رو وقت میمیزه سرد میگه که من چرا این زودتر نمیده بودم اینجا چرا دیوونگی کردم. این یه مثال بامزه‌ایه که بچه ها میزن. خلاصه این که اوایلش بله سختی های زیادی داره کاملا گفتم از اون خمیره دوباره شما رو صفت چیز میکنه میکوبه از اول میسازه ولی وقتی که باشید کار کنید تلاش زیاد بکنید و اینا یه جایی میرسه که یه شادی نسبی بهتون میده. خلاصه اینم یه چیز دیگه. برای اینکه بدونید تمامی این کارا رو انجام بدید حالا خونه گرفتن نمیدونم خرید تلفن کارت مترو خریدن و اینا نیاز به یه بانک دارید. در مورد باز کردن حساب بانکی یک ویدیو مفصلی دیگه ساختم آخر این ویدیو دوباره لینکش میدم و همینطور توی این دیسکریپشن این توضیحات این ویدیو لطفا بهش نگاه بندازید. ممنون میشم که سابسکرایب کنید. یک بار بیشتر لازم نیستش که فشارش بدید، هیچ پولی لازم نیست پرداختش کنید و اگه دوست داشتید با دوستای دیگه‌تون هم این ویدیوها رو شیر کنید. خیلی ممنون میشم از این قضیه که ویدیوهای بعدی رو نخواهد دست بدید. امیدوارم که این ویدیو با وجود اینکه اطلاعات شاید تکراری ویدیوهای قبلی توش وجود داشت به دردتون خورده باشه. نه من ایده‌ام تمام نشده، دارم اینا رو فقط دوباره بررسی می‌کنم واسه کسایی که تازه به کانال اومدن، چون 3-4000 نفر جدید لطف کردن و سابسکرایب کردن. این به خاطر این قضیه نیست، ایده تموم نمیشه. حالا در مورد ایده صحبت خواهم کرد بعد و امیدوارم که دوستش داشته باشید. در مورد فکت امروز که هیچ ربطی به این ویدیو نداره در مورد کانگوروها است. هیچ می‌دونید که کانگوروها دست با چپ دستن، دست چپشون معمولا قوی تره و یه چیزی که خیلی من خیلی دوستشون دارم کانگوروها، خیلی فکت دروشون وجود داره. یه چیز دیگه ای که دروشون وجود داره اینه که کانگورو موقعی که بچه دار هست و هنوز اون بچهه که بهش میگن جوی توی اون پلچش هست، توی اون کیسه هستش، باز هم میتونه بچه دار بشه. و خیلی جالبه موقعی که بچه دار میشه بچه به اندازه یه نخوده اون موقعی که میاد بیرون و توی چند هفته توی اون کیسه و پلچه میمونه، ولی تا موقعی که توی اون پلچه هست اگه بچه دار بشه هنوز میتونه بچه رو نگه داره. یعنی بچه دوم رو پاز میکنه و به محض اینکه این جویی از این کیسه رفت بیرون اون وقت شروع یه سیگنالی میفرسته به بدنش میگه که اوکی حالا تو میتونی بچه دار بشی و بچه بعدی رو میتونی داشته باشی. بخاطر این پشت سر هم میتونه بچه دار بشه و همزمان میتونه دو تا بچه رو نگه داره، یه دونش که بدون به دنیا اومده، یه دونه دیگه‌ش هنوز توی در واقع اون شکم و تو رحمش هستش. خلاص بامزه است. بوکسینگ و اینو میکنم، ماسل و اینا دارم، اینا خیلی باحاله. کانگورو ایوانات کلا جالبه. امیدوارم که دوست داشته باشید. دیگه میبینم که امروز